سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه با قسمت دیگری از سری برنامه های سردبیر در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم این قسمت از برنامه مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. مطابق یک شنبه های هر هفته در خدمت جناب آقای تقی رحمانی، نویسنده و پژوهشگر از پاریس هستیم که قبول زحمت کردن امروز همراه من هستن در این برنامه. سلام عرض میکنم جناب آقای رحمانی و سپاسگزارم از حضور و همراهی شما در این برنامه. با سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان چت تلویزیون نور در ایران و سراسر جهان در خدمت شما هست. سپاسگزارم. جناب رحمانی، مراسم تحلیف ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد. خب مجادلات و فراز و فرودهای بسیار زیادی داشت این انتخابات در آمریکا و خب به هر حال تحلیل‌های متفاوتی هم با توجه به شدت درگیری‌هایی که در بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در این انتخابات پیش آمد وجود داشت. برخی معتقد بودن حتی ممکنه سیستم سیاسی حتی اجتماعی آمریکا فرو بریزه و خب پیشبینی هایی که خب تا حدود بسیار زیادی بسیار اونها ناکام بود و نهایتا این مراسم برگزار شد. آقای بایدن تونست به عنوان رئیس جمهور سوگن یاد بکنه و خب به هر حال مسائلی که در خود مراسم تحلیف مطرح شد، یکی از در واقع نکاتی که در رسانه‌ها بسیار به چشم آمد تصویری بود که از آقای سندرز در رسانه‌ها منتشر شد. به صورت جداگانه در گوشه نشسته بودن با لباس‌های غیر رسمی و خب به هر حال تعابیر و تحلیل‌های مختلفی نسبت به این عکس و این رفتار آقای سندرز پیش آمد. خواستم نظر شما رو بپرسم به صورت کلی انتخابات در آمریکا و این جدال هایی که پیش آمد و نتیجه اون رو چگونه میبینید و افرادی مثل آقای سندرز رو چه نقشی برای اونها در شرایط در واقع یا تعدیل کردن فضای سیاسی کنونی آمریکا قائل هستید؟ ببینید خیلی ساده بگم، جدا از اون زرق برخ‌های رسمی که معمولا اکثر انسان ها دوست دارن، کاملا هریس لباس بنفش پوشیده بود، بنفش نشان اتحاد حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات، یا لباس مثلا خانم کلینتون چطوری بود، یا لیدی گاگا چجوری خان، یا جنیفر لوئیس در مورد لوپز در مورد خدا حرف زد، با اسپانیایی گفت همه زیر سایه خدا زندگی میکنی، که اکثر مردم همین چیزها رو دوست دارن و اگر نباشد مراسم به دلشان نمیچسبد. ولی بیت دموکراسی در کشورهایی که دموکراسی داخلی لاغر پوشان حتی یه حدی، من نمیخوام بگم آمریکا دموکراسی دارد، ولی دموکراسی دارد در این حال، تیپای مثل ساندرز هستن، برنی ساندرزی که هیچ وقت حاکم نخواهد شد، هیچ وقت، ولی وجودشان تعادلی برای دموکراسی است و اینکه دموکراسی بیشتر تضمین بشود. چون دموکراسی بهترین مدل حکومت نیست، ولی مدل بهتر از اونم فعلا وجود ندارد. به این خاطر ساندرز نماینده جامعه مدنی. ساندرز چی میگه؟ ساندرز در حفظ دموکراسی داخلی آمریکا نقش اصلی به نظر من دارد، ولی نقش اصلی که هیچ وقت اصلی به نظر نمیآید. این خیلی مهم هست و اینا مطابق باورها و عقاید و منافع خودشان عمل میکنن. لباسش تو مراسم تحلیف، نوع نشستنش و نوع نگاهش همون جامعه مدنی است که به قدرت نگاه میکند و قدرت میخواد کنترل کند، ولی توی قدرت الزاما نیست، توی مقام نیست. سناتور سنا هست درسته، ولی تو مقامات اجرایی در ریاست جمهوری اینا نیست. برنی ساندرز نماینده مردمی است که اونا به سیاست خارجیشون کار ندارن، علیه متاسفانه آمریکایی برای جهان تصمیم میگیرن، متاسفانه و رأی مردم آمریکا اثر داره. ولی در داخل آمریکا با توجه به این اعوجاجی که ایجاد شده، خلاص ترامپ 74 میلیون رأی آورده و جامعه را قطبی کرده در آمریکا، مذهبی ها میگوین 70 سال بعد از 70 سال به دیکتاتوری سکولار پایان دهی. خلاصه یک نفری، برخی از مذهبیات اوانجلیسان و همین مذهبی ها، یک نفری
در اون مراسم حالت نماد پیدا میکنه. حتی انسان های زیادی بودن تو مراسم که نماینده جامعه مدنی آمریکا بودن، ولی خب ساندرز با توجه به نقشش مهم میشه. او به نظر من اون نقطه تعادل دموکراسی داخلی برای آمریکاست. نماینده جامعه مدنی سیری که اومد، خواسته هایی که مطرح کرد، همش کمک میکرد ترامپ و دیدگاه های پوپولیستی منزوی بشه. حالا ساندرز نمیتوانست رئیس جمهور بشود، چی کار باید بکنه؟ برود بشود عین بایدن. خب این که همون چیزی است که دموکراسی مچاله و پژمرده و پیرش میکنه. رو بایدن خلاصه در ساختار قدرت آمریکا عمل خواهد کرد. او ناظر میشود، ناظری فعال، نه ناظری منفعل، و یک بازیگری در جامعه مدنی. تجربه نشان داده حتی در ایران هم وقتی دموکراسی که مدار وزیده چنین آدمهایی تو جامعه و به وسیله قدرت دیده شدن و اثر گذاشتن. نمیخوام اقراق کنم، برخی از ملیون، برخی از ملی مذهبی ها اینطوری بودن، مثل بازرگان. وقتی بودن حکومت حساب میبرد گاهی ازشان، از جبهه ملی در زمان شاه وقتی که زمینی حرکت داشتن. البته ما مثل اونا نیستیم، چون اونا نهادهای مدنی روپا دارن با ما نداریم. این خیلی خیلی مهمه. نهادهای مدنی روپا هستند که میان کمک میکنن برنی ساندرز خرج انتخاباتیش از یک دلار، دو دلار و 50 دلار و 100 دلاری که بهش کمک میشود در میاره. این خیلی مهم است و خیلی معنا داره. کسی که پول میدهد مراقب پولش هم هست، مراقب اون کاندیدام هست، اون کاندیدام مراقب قدرت میشه. به نظر من باید رو این ویژگی هایی که جامعه مدنی و کسانی که سمبولیک نماینده بخشی از جامعه مدنی، من نمیگم همه جامعه مدنی، مذهبی ها هم جزو جامعه مدنی آمریکان، آوانجلیس هم که به ترامپ رای دادن و حدود 35 میلیون 30 میلیون رای ترامپ مالی اونا، اونا هم جزو جامعه مدنی، ولی بحث ما از اون جامعه مدنی است که طرفدار درویشان است، عدالت میخواد و آزادی برای همه میخواد. ما ساندر تو مراسم نماینده اون بخش بود و خود به خود یک حالت سمبولیک پیدا کرد. اتفاقا رسانه های رسمی نمیده نکردن، شبکه های اجتماعی اینه بیشتر بهش بار پردادن. من مراسم نگاه میکردم، در مراسم تحلیف یک بار یا دو بار این از تلویزیون های مثلا فرانسه پخش میکرد یا تا الجزیره پخش میکرد پخش شد، ولی شبکه ها گرفتن و اینه به عنوان یک نماد میشود دید و یک تجربه برای ما. یا کنشگر مدنی دکور نیست، کنشگر مدنی قدرت داشته باشه دولت ازش حساب میبره. حکومت باید از کنشگر مدنی برای دموکراسی حساب ببره. راه دیگه وجود نداره برای دموکراسی. خب جناب رحمانی ببخشید، ما جناب رحمانی ما به هر حال کنشگران مدنی در ایران هم داشته و داریم. خب به هر حال کسان زیادی از خانم نرگس محمدی، خانم ستوده و بسیاری از کسانی که خب به هر حال در طول سالهای گذشته تلاش کردند در ایران خب به هر حال نقد بکنن حاکمیت رو به نفع خب منافع مردم، حالا منافع های در حوزه های مختلف. اما شیوه برخورد جمهوری اسلامی شیوه متفاوتی هست. همین چند وقت گذشته ما میبینیم آمار اعدام ها در ایران در حال افزایش پیدا کردن است. در سیستان و بلوچستان در 3 هفته گذشته حداقل 12 نفر رو اعدام کردن، در کردستان نزدیک به 47-8 نفر رو تا الان در طول 2 هفته گذشته بازداشت کردن که اغلب اینها هم فعالین مدنی بودن یا کسانی بودن که خب در روزهای خودشون ارتباطات خوبی با مردم داشتن و به دنبال خب به هر حال چاره جویی مشکلات بودن. با این شرایط و با این نوع برخورد جمهوری اسلامی چه میشه کرد؟ آیا جامعه مدنی به نظر شما امکان حرکت به جلو داره؟ چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ یک حرف شما کاملا درسته، این نشان میده اینا قدرت نامؤثرن دیگه. چرا با اینا برخورد میشه؟ چرا اطلاعات سپاه در کردستان و بلوچستان داره منطقه را امنیتی میکنه؟ منافش است دیگه، امنیتی کردن و نظامی کردن جامعه مدنی سرکوب میکنه. چرا در بلوچستان حتی سناریو میسازن یه نفر اعدامش میکنن خب تا توجیه بده بکنن مسئله امنیتیه. اینکه نمیگم تو بلوچستان هیچ اتفاق نظامی رخ نمیده، چرا؟ ولی چرا اینقدر این حفظ میشه؟ یا چرا در کردستان ایران این کار انجام میشه؟ چرا فضای امنیتی نگه میدارن؟
اون نشان میده که اگر این نهادهای مدنی بیان بالا، صداشان باعث میشه دولت هوای خودشو بفهمه، حکومت هوای خودشو بفهمه. یعنی واقعیت این است که یک مبارزه است، یک مبارزه. یک نکته من دارم، ببینید الان این گروه حکومت اینا حکومت سرکوبگری است، کاملا درسته، ولی سوال من اینه اون گروه های مسلح آیا در راه برد خودشان موفقی به دست آوردن؟ اگه همه انرژی بره رو فعالیت مدنی سیاسی، آیا ما دستاورد بیشتری نخواهیم داشت؟ یه بخش اینه، یه بخش اینه که این بهانه رو باید از اینا گرفت، ولی نه با سکوت انفعال. بهانه سرکوب نظامی باید از حکومت گرفت، نه با منتها با سکوت انفعال. همین کاری که نهادهای مدنی در این مناطق میکنن و افراد سیاسی میکنن، لازم هم نیست حکومتی باشن، صدای جامعهشون باشن. واقعیت این است که گره پیش کور در کل ایران هست، در این دو استان پیچیده تر است، بخصوص در کردستان. درسته که میدانیم سطح آگاهی کردها خیلی بالاست و ما میدانیم کردها در انتخاباتی که احساس کردن نقش داشته رای دادن و همچنون بلوچستان اهل سنت در بلوچستان زاهدان، همین درسته. ما چاره جز تقویت اینا نداریم، منتها همیشه راهکار رای دادن نیست، گاهی هم آدم رای نمیده، منتها کنش مدنی سیاسی باید باشه. ببینید این نشان میده که مؤثر اینجوری سرکوبش میکنن. ببین نظامی رو سرکوب میکنن به خاطر که او میآید میکشد، خب جنگ دیگه. ولی نهاد کنشگر مدنی گاهی به جرم اتهام نظامی کشتن، یعنی اون انقدر از این کنشگر مدنی میترسد که اگه صدای او بلند بشه او یواش یواش دیگه ضرورت اینه ندارد که در اون استان حالت نظامی یا حالت نیمه نظامی برقرار کنه. و وقتی با اون آزادی و نفس میکشه، خود به خود افراد زیادی میان طرفش، وقتی میان طرفش خب برای قدرت خطرناک میشه. این است که این راه جز نیست، کار حرف شما کاملا درسته، ولی ما راهی بجز کن. ببینید ما تلاش صبورانه لازم داریم، نه صبر انتظار. دوره تلاش صبورانه است، با بصیرت بودن و در این حال بازیگری جامعه مدنی، یعنی نهاد مدنی گاهی رأی میده گاهی رأی نمیده، گاهی اون حکومت میگه من بازی تو نمیخورم، ولی نوع رفتارش یک نوع رفتاری است که میخواهد هزینه مبارزه سیاسی برای دیگران کم کنه و این دیگران وقتی اونو حمایت میکنن صداش قوی بشه. ببینید ما در تمام منطقه خاورمیانه این مشکل داریم، بخصوص در دولت‌های نفتی. ما تقصیر نداریم در کشور ما نفت پیدا شده، ولی داریم شو بشه میخوریم، باید راه حل پیدا کنیم. ما تقصیر نداریم در کدام سرزمین دنیا میام، ولی وظیفه داریم به موقعیت خود ما آشنا بشیم و براش راه حل پیدا کنیم. این راه حل که یک مقدار صبوری و منتها در کنار تلاش، صبوری انفعال نه، تلاش صبورانه. شما باید اول تلاش کنید، منتها با در کنار تلاشت باید صبور باشید و از یک طرف دیگه باید دقت داشته باشید نهاد مدنی باید بر فردیت نچربه، باید بر شاگرد آوردن بچربه. نهاد مدنی نه فدایی میخواد نه مرید، شاگردی میخواد که فردا از استاد خودش جلو بزنه اگه توانست. بسیار آقای رحمانی یک سوالی، اجازه بدید یکم برگردم عقب. ما بسیار از جامعه مدنی و نهادهای مدنی صحبت میکنیم، اما میخوام یک سوال خیلی کلیتر بپرسم. جامعه مدنی یعنی چی؟ نهادهای مدنی چی هستن در کشورها؟ به هر حال چه نقشی میتونن داشته باشن؟ البته خب شاید دیرهنگام هست این پرسش، اما خب حداقل ذهن خود من رو یک مقدار روشن میکنه. ببینید یه مقدار این که شما میگید جامعه مدنی، ببینید ما جامعه مدنی نهادهایی هستند که بین به اصطلاح زندگی خصوصی و مردم چیز و دولت قرار میگیرن و مستقل، ویژگیشان استقلال از حکومته، نه ضد حکومت همیشه الزامن، بس این به رفتار حکومت داره. اینا میدن نهادهای سنفی باشن، حتی گاهی بعضی ها اصلا تعریف کلاسیکش بعضی احزاب سیاسی هم در این زمره تعریف میکنن، نهادهای گوناگون فرهنگی و نهادهای خیریه‌ای باشن. ویژگیشان استقلالشان از حکومته و از دوم ویژگیشان این است که منافع خودشان بروز میدن. سوم ویژگیشان این است که همزیستی با هم دارن برای اینکه بتوانن در یک جامعه زندگی کنن. چهارم این است که با دولت با حکومت وارد یک مراوده میشن، گاهی جنگ گاهی صلح گاهی تعامل گاهی کشمکشه. این ویژگی این گفتم تعاریف دیگه ای هست، ولی ویژگی های این نهاد هاست. خب
امروز با یه سری امکاناتی هم خلق شده، مثل شبکه های مجازی که افکار عمومی هم به اصطلاح میاد کنار این قضیه. گاهی شما مثلا در کشور مثل ما نهادهای مدنی تحت فشارن، ولی افکار عمومی در شبکه های اجتماعی ساخته میشه، گاهی حاکمیت ناچار به توضیح. جمهوری اسلامی اصلا توضیح دادن رو دوست نداره. روابط عمومی نهادهای جمهوری اسلامی روابط عمومی تعریف از خوده، سربازان گمنام امام زمان، نمیدونم دولت خدمتگزار، نمیدونم دولت امام زمان، نمیدونم رهبر معظم انقلاب فکر مردم. ولی گاهی میبینی این نهادهای عمومی، نهاد روابط عمومی ناچار به توضیح هن، اگر چه دروغ توضیح میدن و مسئولان توضیح نمیدن، ولی توضیح میدن. وقتی یه نفر اعدام میشه میخوان توضیح بدن. گفتم وظیفه با اینه که این توضیح درستر کنیم، ولی واقعیت اینه که یک مسئله هست دیگه. شما گفتم دموکراسی یک راه دیگه ای داره به ما نشان میده. دولت ها دموکراسی نمیارن، روشن فکر ها دموکراسی نمیارن، دموکراسی راهش همینه. اگر نمیذارن این باید بشه، اگه نشه نمیرسیم. ممکنه آزادی های فردیگاهی داشته باشیم، یه سری آزادی های مدنی داشته باشیم، ولی نهاد مدنی که به دموکراسی کمک کند، این ویژگی هایی است که من توضیح دادم براش. و در ایران این نوسان داشته، گاهی بوده، گاهی ضعیف شده، گاهی کم شده، ولی وقتی می شود به یک مرحله برگشت ناپذیری رسید، این دموکراسی، این نهادها از حالات ژله‌ای در آن بیرون و محکمتر بشن. ولی راه دیگه‌ای هم وجود نداره. یعنی شما وقتی دنبال یک منجی بیافی، نمی آید آن مردی که زنجیر غلامان بشکند. این توهم بود که می گفتیم می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم من این راه از روزن خیابان شما. این جوانان وطن نهاد مدنی است که دموکراسی میاره. زنجیر شما رو نهادهایی که شکل میدید و کار جمعی تان از میشکند، این ها استبداد میشکند. بسیار سپاسگزارم. در روانی شما صحبت از انتخابات کردیم، حالا در برنامه قبل هم صحبت کردیم راجع به حالا پیشبینی هایی که در مورد بحث انتخابات در سال 1400 قرار هست انجام بشه. همچنان بحث نظامی بودن یا در واقع کاندیدای نظامی در فضای مجازی و رسانه های ایران داغ است و خب خیلی ها به دنبال بزرگ کردن عواقب آمدن یک نظامی در به عنوان رئیس جمهور در سال آینده هستند و خب به هر حال دلایل خودشون رو اعلام میکنن، هرچند خب به هر حال برخی از این دلایل مشروع و برخی هم کمی مبهم هست. به نظر شما چرا در واقع در شرایطی که خب ما در طول سالهای گذشته هم دیدیم که نهاد ریاست جمهوری به عنوان رئیس دولت از اون اقتدار یا اختیاراتی که خب به هر حال در تمام کشورها برای رئیس جمهور تعیین شده است آری هست، چرا همچنان برخی یک در واقع ضرب دوگانه میزنند؟ از یک طرف میگن رئیس جمهور اختیاری نداره و از یک طرف دیگه برای رئیس جمهور اختیاراتی قائل هستن و میگن اگر یک نظامی این اختیارات رو در دست بگیره ممکنه شرایط رو از این چیزی که هست بدتر بکنه. این تناقض به نظر شما ریشه در کجا داره؟ ببین تناقض هم درسته هم غلطه، ولی من عملی میبینم، من سیاست عملی میبینم. آقای سعید حجاریان یه مدار اگه وقت باشه، آقای سعید حجاریان میگه که ما نظارت استثباوی نباید قبول میکردیم، اصلاح طلب ها هم زاده این رانت هم. ما میگیم درست، یه حرف درستی زدی. یک بار آقای سعید لاغل این حرف دقیق بود، آقای حجاریان دیدگاه های دقیق هم داره. من همیشه منتقد دیدگاه های آقای حجاریان در دوره اصلاحات بودم، من منتقد بودم، ترجمه ای بوده دیدگاه ایشان. داره میگه آقا جان این رانت بوده، اصلاح طلب از این رانت استفاده کرده. من میگم آقای سعید حجاریان امثال من آمدیم هزینه هم دادیم به خیلی ها، دانشجوها، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، جبهه ملی، فعالان مدنی، اعلام ماشاءالله، که شما در قدرت قدرت بمون داشت، شما رو که حذف کرده بودن دیگه، شما قدرت گرفتید، خب استراتژی شما پیش نرفت. خب ولی الان یه قدرتی، یه ثروتی، یه رانتی دارید دیگه، این رانت رو بیاید حلالش کنید، به تعبیری بیاید دموکراتیکش کنید، از این رانت استفاده کنید با تقویت جامعه مدنی. ببینید اون با گفتم در بحث بس اون بر اندازه کسی که جامعه مدنی تلاش میکنه از خارج از کشور میگه مالکش نظام، حکومت اصلاح طلبه میگه تو میری، یا چه راهی جز اعتراض مدنی نمونده.
جایی دوز کنش مدنی نمانده. خب من سوالم این آقای حجاریان و امثال اصلاح طلبایی که بعضی از بعدن آقای حجاریان از خطر رئیس جمهور نظامی میترسانه. خب آقای حجاریان، رئیس جمهور نظامی اگر بیاد، الان اعتبار شما اونقدر هست که مانع از آمدن این رئیس جمهور بشید؟ نه. چی کار باید بکنید؟ اگر راست میگید رانت دارید ببرید برای قوات جامعه مدنی خرج کنید، خرج کنید. نه، خودتان این نقشه بازی کنید. ببینید هزینه دادیم، حالا شما هزینه بدید. این صدا مستقل از حکومت بلند بشه، اثر داره. من نمیگم همین الان، ولی اثر داره. ولی این که راست آزمایی اصلاح طلب هست، این که شما حتما برید مثلا آقایت برسید با آقای لاریجانی یا با آقای آره و یک بازی تکراری که دیگه نامید شده بخشی عظیمی که مخواست به شما رأی بده که آقا از آره بهتر خاتمی بود، نشد دیگه. ببینید من رفتیم که این در بزنیم بازش کنیم، در استبداد دیگه. همراهی امثال من با آقای خاتمی، من با آقای خاتمی که نرسیده بودم، آقای خاتمی که مرید مراد من نبود، که ما میگفتیم با خاتمی همراه بشویم هزینه برای رسیدن به دموکراسی کمتر میشه. خب یه دستاوردهایی هم داشت، ولی به اون چیزی که میخواستیم که نرسیم. ما نتوانستیم آقای خامنه‌ای حتی در چارچوب قانون مهارش کنیم. اینا میخواستن این کارو بکنن دیگه. در وهله اول تغییر رفتار، بعدن دیدگاه‌های ما بود که تغییر قوانین و تغییر ساختار. حالا یه بحث دیگه است. خب این که نشد. حالا نشد، شما مدام اینا چرا وقت تکرار کنید؟ به امید اینکه روزی روزگاری به امیدی به چی رسد، امیدواری به چه شکل، مثلا آقای خامنه‌ای که نبود اینا نقش داشته باشن. تجربه تاریخی ما نشان داده که جدا شدن از مردم اون بالاش اعتبار شما رو از بین میبرد، یه اعتباری نمیماند، چون مردم احساس میکنن که من برای تو هزینه دادم، تو برای من بقول برای پتا تبم نکردی، من برای تو مردم، تو برای من تبم نکردی. شما دستگیری ملی مذهبی ها رو ببینید، سال دوره اصلاحات دستگیری دانشجوها، فشار به دفتر تحکیم وحدت، درسته مشارکتی هم دستگیر شدن، ولی مشارکتی ها رانت خودشون دارن، رانت شغل، مقام، امکانات مالی، چیزی برای خیلی از بیرون از حاکمیتی ها نیست و مهم هم نیست. ولی این رانت باید برای کجا خرج بشه؟ به نظر من همچنان باید مثل انتخابات پرداخت، ولی این بار چگونه باید باید انتخابات برخورد کرد؟ برویم که نگذاریم یک نظامی بیاد. من همچه اعتقادی نه عملی میدانم نه درست میدانم در حال حاضر. برویم که نگذاریم یک نظامی بیاد و تازه بعد حالا چرا درست نمیدانم، چون یه راه آزمایی شده است، عملی هم نمیدانم، نمیان اون مخاطب تو دیگه اعتماد نمیکنن، این سرده، احساس میکنه که راه تکراری است. حالا چرا اصرار داری؟ اینجا بحث منافع است. بگید آقا رانت داریم، منافع داریم. ببینید اینا میگفتن که ما با، من همیشه میگم بازرگان هیچ وقت تو تاریخ ما عبرت الگو نبوده، همیشه عبرت بوده. عبرت یعنی مثل اون نشیم. چرا؟ مثلا بازرگان قبل از انقلاب خب شریعتی، حالا تو مذهبی ها دارم میگم، شریعتی حنیف نژاد الگو بودن، بازرگان الگو نبود، عبرت بود، مثل بازرگان نشید. من خودم جوانی داشتم دیگه، توی انقلاب آقا خمینی الگو بود، حتی تو جریان روشاتو نزدیکترین یاران بازرگان هم به آقا خمینی گرایش داشتن، مثل دکتر یزدی در اون زمان. حتی یزدی بعدا انتخاب بازرگان نکرد، بحث دیگه. تو دهه 70 اصلاح طلبا میگفتن این نهضت آزادی با بازرگان نشیم، از حکومت بریم بیرون. الانم تمام کسایی که حرفای بازرگان رو دقیق نخوندن، بازم بازرگان برای شما الگو نیست، عبرت. بازرگان حکومت دینیه که در اینان حاکم نکرد، که بازرگان که حتی با انقلاب به تعبیر خودش مخالف بود. شما خاطرات یزدیت و نفرشاتو بخوانید، بعدا هر قدم سعی کرد وایستاد، همش میگفتن شد بازرگان در دهه 70 چی بود؟ سمبول شخص، سمبول سازشکاری بود، میگفتن سازشکار لیبرال. حالا بعدا هم الان بعضی از روشنفکران که بازرگان عمده میکنن، میرسن به محمد علی فروغی، میرسن به هاشمی رفسنجانی. بین بازرگان و محمد علی فروغی، بین بازرگان و هاشمی رفسنجانی از زمین تا آسمان. بیت محمد علی فروغی دموکراسی نبود، بوروکراسی ایران بود، دولت بوروکراسی ها غلط درست چه کار ندارن. بیت خامنه‌ای چی بود؟ هاشمی، نظام حفظ کنند برای بوروکراسی.
به اینکه بازرگان اول دموکراسی بود، اگه دموکراسی نبود مشروطی سلطنتی قبول داشت، بعد گفت آقا جمهوری باشه. خب بازرگان به این خاطر مغضوب شد دیگه، بازرگان اصلا الگو نبود. اصلاح طلبا نمیخواهن اون چی که باید در اون زمان انجام بدن انجام بدن، یا اصلی دارن ما منافع ما و نظام با طوری ایران رو تعریف کنیم که این چارچوب تعریف بشه. خب یه موقع این تعریف نمیشه، ما با چی کار کرد؟ به نظر من همچنان باید به انتخابات پرداخت و همچنان باید کنش سیاسی داشت، ولی الزاماً آیا این بار باید رأی داد تو با این شرایط؟ باید نه، به نظر من نباید این کار کرد. میشود اثر بیشتری گذاشت. حرف من اینه، چطور میشه یک جامعه زنده خلق کرد که صداش بلند باشه، یه موقع وقتی میگوید نه رأی نمیدهم ارکان حکومت بلرزه و به اصطلاح حالا هر حکومتی میخواد باشه. بسیار بسیار من باید به اینجور راه هم بکرد. بسیار سپاسگزارم جناب تغییر رحمانی، نویسنده و پژوهشگر از پاریس. متأسفانه وقت ما به پایان رسید، امیدوارم در هفته آینده یک شنبه باز هم بتونم در خدمت شما باشم و تا هفته آینده شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. من از شما تشکر میکنم و همچنان خدا رو میطلبم در بهبود وضع خود ما و جامعه و همه شما راه ها درسته به کمک او تا با درک فهم خودمان پیدا کنیم و زندگی کمتر سختری برای خود و دیگران به صلاح مشاهده کنیم. سپاسگزارم.